سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوشم خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که میخوایم با هم یک تمرین کتاب درسی که یک تمرین خیلی خوب هست در مورد سرعت و شتاب و همه چیزهایی که تا حالا یاد گرفتیم با هم حل بکنیم و سوال هم خیلی سوال کاربردی اتفاقا میگه من یک ماشین دارم که داره در یک جاده حرکت میکنه من همیشه دوست دارم مسائل فیزیک رو با شکل حل بکنم و این ماشین من الان در یک نقطه از جاده قرار داره و داره با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه و ناگهان یک مانعی رو میبینه این قسمت جاده که نباید به این مانع برخورد بکنه یعنی مثلا یک ماشینی هست که چپ کرده و خطرناکه و فاصلهش تا این مانع هست 45 متر خب بعد به ما گفته که این ماشین اگر جاده خشک باشه میتونه با شتاب 5 متر بر مجذور ثانیه ترمز کنه و اگر جاده خیس باشه با شتاب دو متر بر مجذور ثانیه ترمز خواهد کرد خب پس این عدد های مهم و زیرش خط میکشیم حالا سوال اینه که آیا این ماشین به ایمانه برخورد میکنه اگر جاده خشک باشه یا جاده خیس باشه یعنی در هر دو حالت باید جداگانه بررسی بکنیم خب بیایید مسئله رو ترجمه بکنیم برخورد کردن به مانع یعنی چی یعنی وقتی که ماشین با سرعت با یک شتابی حالا پنج یا دو ترمز بکنه سرعتش وقتی که میرسه به این مانع صفر نشده باشه خب پس چیزی که من باید حساب بکنم اینه که این ماشین وقتی که داره با این سرعت حرکت میکنه و بعد با این شتاب ترمز میکنه چه مسافتی رو طی میکنه تا کامل متوقف بشه خب پس ما اینو میخوایم دیگه درسته خب بیایید اینو حساب بکنیم اول از همه وقتی که واحد ها واحد های SI نیست شما همه رو تبدیل بکنید به واحد های SI که کارتون راحت بشه پس من میام میگم 72 کیلومتر بر ساعت طبق اون روشی که بهتون یاد دادم میشه 72 ضرب داره 1000 متر یعنی یک کیلومتر تقسیم بر یک ساعت یعنی 3600 ثانیه که این مساوی میشه با 20 متر بر ثانیه خب پس من میدونم ماشینم الان داره با سرعت 20 متر بر ثانیه حرکت میکنه و میخوام ببینم با این شتاب در قسمت الف یعنی با شتاب منفی 5 متر بر مجذور ثانیه چه مسافتی رو طی میکنه تا متوقف بشه خب برای اینکه پیدا بکنم میتونم از اون رابطه ای که جلسه قبل کشف کردیم استفاده بکنم یعنی من میدونم ایکسی که این ماشین طی میکنه یعنی من میام مبدع مختصات رو یعنی x صفر رو قرار میدم اینجا در نتیجه x صفر مساوی با صفر میشه و میگم xش در زمان t مساوی هست با یک دوم a t به توان دو به علاوه و صفر t به علاوه خب این معادله است که من جلسه قبل کشف کردم که x0 هم میدونم 0 هست و 0 هم هم میدونم هست 20 متر بر ثانیه نتیجه میگیرم که x تی در قسمت الف مساوی هست با یک دوم ضرب در 5 ضرب در تی به توان دو به علاوه و 0 یعنی این مسافتی است که این اتومبیل من با این شتاب 5 طی میکنه ببخشید من اشتباه کردم این و 0 رو میتونم بنویسم 20 طی میکنه ماشین من تا متوقف بشه خب من در این معادله چی رو ندارم الان برای اینکه دقیقا حساب بکنم چقدر چه مسافتی طی میشه تا ماشینم متوقف بشه درسته من تی رو ندارم یعنی من نمیدونم چقدر طول میکشه که ماشینم متوقف بشه و اگر اون رو پیدا بکنم دیگه کار تمومه دیگه یعنی دقیقا میتونم بگم چه مسافتی رو ماشینم طی میکنه تا متوقف بشه و پیدا کردن تی هم خیلی راحته چرا چون من میدونم ماشینم داره با سرعت 20 متر بر ثانیه حرکت میکنه و با شتاب 5 متر بر ثانیه ترمز میکنه یعنی در حقیقت در هر ثانیه سرعتش 5 متر بر مجزور ثانیه ببخشید واحدشه تا 5 متر بر مجزور ثانیه کم می شود خب یعنی هر ثانیه 5 متر بر مجزور ثانیه سرعتش کم میشه پس برای اینکه سرعتش صفر بشه چون 20 من 4 ثانیه زمان نیاز دارم یعنی 4 ثانیه طول می کشه چون 4 5 تا میشه 20 یک راه دیگه هم که اینو حساب بکنیم طبق همون معادله ای هست که من جلسه قبل حساب کردم دیگه من گفتم که v در زمان t هست AT به علاوه وی 0 خب حالا من میخوام حساب بکنم و ببینم که K این VT من میشه صفر یعنی K صفر مساوی میشه با منفی 5 ضرب در T به علاوه V0 هم هم که هست 20 درسته یعنی من میخوام ببینم وی 0 اگر 20 باشه K زمان سرعتم میشه صفر از این نتیجه میگیرم که T میشه 4 سانیه. یعنی هر دو روش رو شما میتونید استفاده بکنید پس همینجا الان دیدید دیگه چقدر این معادله ای که من جلسه قبل کشف کردم ببخشید بد خط کشیدم دورش بذارید مرتب چون این معادله خیلی معادله مهمیه و این معادله خیلی معادله مهمیه من معمولا توصیه نمی کنم ای رو حفظ کنین ولی این دوتا واقعا پرکاربرد و مهم هستن بنابراین من پیدا کردم که چهار ثانیه طول میکشه که ماشین من متوقف بشه و از این نتیجه میگیرم که اگر چهار رو اینجا قرار بدم این میشه یک دوم زب داره پنج زب داره چهار به توان دو بل ببخشید من یک اشتباه خیلی بذارید این بیست زب در چهار رو بنویسم مهم اینجا کردم و اونم اینه که شتاب رو باید منفی پنج قرار بدیم چون داره ترمز میکنه و سرعتش داره کم میشه پس شتاب منفیه خب من این ویدیو رو فکر نکنید تنبلم من هر ویدیو رو معمولا چندین و چند بار ضبط میکنم که خوب در بیاد ولی این ویدیو رو دوباره ضبط نمیکنم الان دیگه به این دلیل که میخوام این منفی رو شما این اشتباه منو دیده باشید که حتما یادتون باشه که این اشتباه رو نکنیم منم دیگه نکنم در نتیجه این مساوی میشه با این میشه منفی چهل این میشه هشتاد این مساوی میشه با چهل متر بنابراین این ماشین من با شتاب منفی 5 متر بر مجدور ثانیه چهل متر طی میکنه که تا متوقف بشه بنابراین چون چهل کمتر هست از چهل و پنج یعنی پنج متر فاصله باقی میمونه تا مانع برای اینکه ماشین من برخورد بکنه و در نتیجه برخورد نمیکنه به همین ترتیب برای قسمت ب من میتونم از همین معادله استفاده کنم بگم x تی هست این دفعه یک دومه زبدر دو ضرب زب به توان دو در حقیقت باز هم منفی دو به علاوه 20 و در نتیجه تیم که همون اه... نه تیم همون چهار نیست خب من میدونم که این دفعه از این معادله در میاد یعنی منفی تی به توان دو به علاوه 20 حالا دوباره از این معادله ای که اینجا دارم میتونم زمانی که طول میکشه ماشینم متوقف بشه رو حساب کنم یعنی بگم صفر مساوی هست با منفی دو ضرب در تی به علاوه 20 بنابراین 10 ثانیه با این شتاب با شتاب منفی دو طول میکشه که ماشین من سرعتش صفر بشه و اگر ده رو در این معادله قرار بدم نتیجه میگیرم که میشه منفی 10 به توان دو یعنی 100 به علاوه 20 ضرب در 100 یعنی 200 مساوی با 100 متر طول میکشه که ماشین من با این شتاب در جاده خیس متوقف بشه و بنابراین من حتما به مانع برخورد خواهم کرد چون 45 متر فاصله دارم به مانع نتیجه اخلاقی این سوال این هست که در جاده خیس شما چون شتابتون کمتر هست و ترمز نمیتونه به خوبی جاده خوش کار کنه فاصله زیادتری تا یک مانع نیاز دارید برای اینکه بهش تصادف نکنید در نتیجه بهتر در رانندگی فاصله بیشتری با ماشین جلوتون حتما در جاده خیس داشته باشید و این رو به پدر مادرتون هم توصیه بکنید و اگر ازتون پرسیدن چرا این مسئله رو براشون توضیح بدید و خوشحال باشید که الان حرکت شناسی رو به خوبی بلدید فعلا خدافظ